آمریکا قانون خاصی برای آموزش زبان‌های خارجی وجود ندارد، یعنی در حالی که دانش آموزان کشورهای دیگر باید دست کم یک زبان خارجی را به عنوان واحد درسی بگذرانند، دانش آموزان آمریکایی بر اساس منطقه آموزشی خود شاید نیازی به این کار نداشته باشند. اما برنامه آموزگاران زبان‌های مهم قصد دارد که تغییری در این امر ایجاد کند. فرهنگ کلید جادویی آموزش زبان است. تامر الشرقاوی معلم مدرسه است. آموزش زبان به کودک را اگر بتوان با مطالب درسی اصلی یعنی با فرهنگ آن کشور پیوند داد، امر آموزش خیلی ساده تر می شود. این بخشی از برنامه وزارت آموزش و پرورش امریکا با عنوان آموزگاران زبان‌های مهم است که در چهارچوب آن معلمان از مصر و چین برای تدریس زبان و فرهنگ خود به مدارس در آمریکا آورده می‌شوند. برخی از والدین دانش آموزان از من درباره این می‌پرسند که چگونه می‌توانند با کودکانشان مثلا درباره موضوعاتی مانند اسلام حراسی صحبت کنند. این والدین مسلمان نیستند اما می‌خواهند فرزندانشان مسئله را درک کنند. این هم بخشی از دلیل حضورم در آمریکا است. بسیاری از دانش آموزان اسپانیولی زبان هستند و در حالی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، زبان عربی را هم می آموزند. من معتقدم که دانش آموزان باید آموزش جهانی و دید بین المللی داشته باشند. فلورا لرنمن به دانش آموزان غیر انگلیسی زبان، زبان انگلیسی را تدریس می کند. او جزو معلمان آموزگاران زبان‌های مهم است. وقتی که به دانش آموزان زبان‌های مختلفی را یک جا تدریس کنی، همه را زودتر می‌آموزند. و مانند هر تعامل فرهنگی، هر دو طرف از هم بهره می‌برند. من هم اکنون دیدگاه کلی مثبت‌تری نسبت به آمریکایی‌ها دارم. دیگر لازم نیست به رسانه‌هایی که می‌گویند آمریکایی‌ها از مسلمانان و عرب متنفرند اتکا کنم. الشرقاوی می‌گوید که او به صرف زندگی در پایتخت مطالب زیادی فرا گرفته است. به نظرم زندگی در واشنگتن برای اینکه هر ملیتی در آن زندگی کنند مناسب است. بهترین تجربه زندگی در آمریکا در این شهر به دست می‌آید. Lots of colors, lots of religions. مردم از نژادها و ادیان مختلف در این شهر زندگی می‌کنند. الشرقاوی می‌گوید ممکن است که دانش آموزان همه واژگانی که در کلاس می‌آموزند و یا حتی نام او را فراموش کنند، اما همواره به یاد خواهند داشت که معلمی دوست داشتنی و قابل احترام داشتند. شاید هم به خاطر بیاورند که او عرب و مسلمان بود.